بیش از 1/5 تمام گونه های خزندگان جهان در خطر انقراض قرار دارند و در صورت بروز این اتفاق اکوسیستم های سراسر جهان با تأثیرات ویرانگری روبرو خواهند شد. نتیجه مطالعه‌ای که در نشریه علمی نیچر منتشر شده نشان می‌دهد 21% از گونه های خزندگان از مارمولک ها گرفته تا انواع گونه های مار با خطر انقراض روبرو هستند. یکی از محققان ارشد این مطالعات گسترده می‌گوید در صورت انقراض این خزندگان که تعداد آنها به 1829 گونه میرسد، تاریخی ارزشمند و بسیار طولانی معادل 15 میلیارد و 600 میلیون سال که صرف تکامل تمام این جانداران شده از دست خواهد رفت. وجود تنوع زیستی و جانوری توازن اکوسیستم ها را تضمین می کند و محیط زیستی سالم برای انسان ها برمقان می آورد. اگر این توازن از بین برود، افزایش آفت ها و حیوانات موذی تنها یکی از تبعات آن خواهد بود. اگرچه بسیاری از خزندگان در اکوسیستم های خشک مانند بیابان ها زندگی می کنند، اما مناطق جنگلی نیز یکی از زیستگاه های اصلی آنها محسوب می شود. با این حال قطع درختان و کاهش مناطق جنگلی در حال آسیب رساندن به گونه‌های مختلف جانوری از جمله خزندگان است. شکار نیز یکی دیگر از تهدیدات اصلی برای خزندگان محسوب می‌شود که به طور ویژه لاک‌پشت‌ها و کروکودیل‌ها را در معرض خطر انقراض قرار داده است. مطالعه یاچاده نشان می‌دهد 30% از خزندگانی که در جنگل‌ها زندگی می‌کنند در معرض انقراض قرار دارند. این آمار برای خزندگان بیابان 14% است. مانند شاه کبرا که به عنوان گونه آسیب پذیر در سطح جهان شناخته می شود و به علت از بین رفتن گسترده جنگل ها به سرعت در حال از دست دادن زیستگاه های خود در قاره آسیا است. خزندگان به غیر از اینکه نقش بسیار مهمی در کنترل جمعیت موش‌ها، پشه‌ها و آفت‌ها ایفا می‌کنند، منافع دیگری هم برای کره زمین و انسان دارند. این جانداران در گسترش دانه‌های گیاهان نقش مهمی دارند. علم پزشکی نیز از این جانوران بی‌نصیب نبوده. مانند تحقیق درباره زهر گونه‌های مختلف مارها که کشف داروهای بسیار حیاتی از جمله داروهای درمان فشار خون را به همراه داشته است. مطالعه اخیر تأکید کرده که انقراض خزندگان تأثیرات منفی غیر قابل پیش‌بینی و گسترده‌ای در محیط زیست و زندگی انسان خواهد داشت. با این حال، هنوز هم می‌توان با گسترش مناطق حفاظت شده و درک اهمیت گونه‌های جانوری و حفاظت از آنها از وقوع یک انقراض گسترده جلوگیری کرد.